دانیل سوایو. پارلمان ونزوئلا با غلبه اکثریت اعضای اپوزیسیون قانون جنجالی عفو زندانیان سیاسی را تصویب کرد. تصویب این قانون عمدتاً با هدف آزادی 76 زندانی سیاسی صورت می‌گیرد. حکم برخی از آنها صادر شده و بقیه هم در انتظارند. به گفته رئیس پارلمان ونزوئلا، این قانون پس از ساعت‌ها بحث و جدل میان نمایندگان موافق و مخالف به تصویب رسید. در همین حال نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری سوسیالیست و میراثدار هوگو چاوز، ضمن مخالفت با این قانون اعلام کرده که آن را تایید نخواهد کرد. به باور او، نمایندگان پارلمان قانونی را به تصویب رساندند که از قاتلان، مجرمان، قاچاقچیان مواد مخدر و تروریست ها حمایت می کند. برخی از نمایندگان حزب حاکم هم در فراخوانی از مردم خواستند تا اعتراض خود را به این قانون اعلام کنند. قانون عفو زندانیان سیاسی دو سال پس از بازداشت لوپولدو لوپز از اعضای اپوزیسیون تصویب می شود. او در جریان اعتراضات ضد دولتی سال 2014 به اتهام تحریک معترضان به اقدامات خشونت‌آمیز و تخریب اموال عمومی به 14 سال حبس محکوم شد. این اعتراضات خشونت‌بار دست کم 43 کشته بر جای گذاشت.